welcome you all to 2 days international webinar, Payame Umeed o Salamati, Dar Adbiyat e Farsi, Life, Hope and Persian Literature. COVID-19 have caused a pandemic throughout the world. The Persian Department, Lahore College for Women University, intends to give a message of hope to the world through life, hope and Persian literature. All the Persian poets and writers have always given the message of hope to the people who seek out a light at the end of the tunnel. Yusuf-e gumgashte baz ayat bekhanan gham makhor khulbaye ahzan shavad ruzi gulistan gham makhor. در این وبینار دو روزه به عنوان پیام امید و سلامتی در ادبیات فارسی من تمام سروران، استادان و بینندگان عزیز را سلام عرض می کنم. امیدوارم که این وبینار یه پیام امیدی برای کسانی که به سبب ویروس کرونا بیمار شدند و با این مشکلات کرونا مواجه هستند پیام امیدی داشته باشند. الان من از رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی سرکار خانم فلیح دکتر زارا کاظمی خواهش مندم که برنامه را رسما آغاز بفرمایند. محترمه وایس چانسلر، محترمه وایس چانسلر لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا، جناب آقای دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و سایر استادان و بینندگان، خدمت جناب همه دوستان سلام و خیر مقدم عرض می کنم و تشکر می کنم به ویژه از حضور رئیس دانشگاه طباطبایی که دعوت ما رو قبول کردن و در این جلسه پربار و شرکت کردن و برنامه ما رو رونق بخشیدن و سپاس دارم خدمت جناب آقای دکتر سهرایی که وقتی من موضوع این وبینار را با ایشون در میان گذاشتم همچون یه برادر بزرگ سریع آماده کمک ما شدن و از همه دنیا دوستان و صاحبان علم رو با ما جمع‌آوری کردن تا می تونستیم که امروز این برنامه رو انجام بدیم. از زمانی که دنیا در چنگ این کرونا گرفتار شد و اسیر شد، دوستان از دانشگاه به ما خواهش می‌کردند که برای تلویزیون دانشگاه یه صحبتی داشته باشم، ولی من هر دفعه این فکر می‌کردم که این وضعیتی که الان هست و همه ناامید هستند، من دوست ندارم با چهره ناامیدی جلوی دوستان برم و جلوی دانشجویان دانشگاه خودم برم. به همین خاطر یه مقداری صبر کردم و فکر کردم که چه کاری باید کرد که یه پیامی به دوستان، به دانشجویان بدیم که امیدوار کننده باشد. و پس فکر این کردیم که یه وبیناری به اسم پیام امید و سلامتی در ادبیات فارسی بذاریم، چون فارسی و ادبیات فارسی یه گنجینه‌ای دارد که همیشه شاعران زبان فارسی دیگران رو پیام امید دادند. حکیم طوس در کلامش هیچگاه نگاه بدبینانه و سیاه به دنیا و روزگار ندارد و میگوید امیدم به بخشایش توست و بس، به چیزی دیگر نیستم دسترس. هم الان با اجازه دوستان من فقط میخوام یه مقداری به زبان اردو هم حرف بزنم، چون این برنامه زنده پخش میشه و دوستانی که در پاکستان و کشورهای دیگه هستن بتونن به زبان اردو هم استفاده کنن. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا وائس چانسلر لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کا کہ میڈم نے ہمیں اجازت دی کہ ہم لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے یہ دنیا کو امن اور سلامتی اور امید کا میسج دے سکیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا ویب ٹی وی شروع ہوا اور نوید صاحب نے مجھ سے کہا کہ میڈم آپ بھی کوئی میسج دیں، تو میں کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم کرونا کے دنوں میں ایک مظلومانہ صورت کے ساتھ لوگوں کے اور بچوں کے سامنے پیش ہوں. ہماری یونیورسٹی نے ہمیشہ لڑکیوں کو عزم و حوصلہ عطا کیا ہے، تو ہم نے اس وقت یہ سوچا کہ ہمیں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو بچوں کے لیے
एक उम्मीद का मैसेज लेकर आए. लिहाजा हमने एक ऐसे वेबिनार का इनेकाद किया जो कि बच्चों को उम्मीद और सलामती, आबरूमंदी और मुस्तकबिल में कामयाबी का पैगाम दे सके. पर्शियन के जो शोरा हैं उन्होंने ज़्यादातर उम्मीद पर काम किया. हमेशा नाउम्मीदी को फ़ारसी अदब से दूर रखने की कोशिश की गई और इसीलिए जब भी हम किसी बड़े पर्शियन पोइट का कलाम सुनते हैं तो हमें हमेशा वहाँ से उम्मीद का पैगाम मिलता है. सादी जैसे अजीम मुफक्किर से बड़े सगीर में कौन वाकिफ़ नहीं है. हर अहले इल्म आज भी उनके कलाम से इस्तफादा करता है. वो फरमाते हैं, खुश हस्त दर्द के बौशत उम्मीद दर मोनश, दराज नीस बयाबान के हस्त फोयानश. यानी वो दर्द कितना ही अच्छा है कि जिसकी उम्मीद उसका दरमान बन जाता है और जिसकी जिसका दरमान उम्मीद बन जाती है. और दुनिया में कोई ऐसा सहरा और बयाबान मौजूद नहीं है कि जिसका अंजाम या पायान या इख्तिताम मौजूद ना हो. ऐसे ही मौलाना फरमाते हैं कि बाद नौमीदी बसी उम्मीद हौस्त, अस बस जुल्मत दुसत खुर्शीद हौस्त. नौमीद के बाद नौमीदी के बाद उम्मीद जुल्मत के तारीख पर्दों को चाक कर देती है और फिर अपने पर्दे से हजारों आफ्ताब रोशन कर देती है. मैं हुस्न खताम के लिए अपनी अजीज तालिबात और इस वेबिनार के बीनंदगान और उस सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगी जो निज़ामी ने दिया. निज़ामी कहते हैं, बेहंगाव में सख्ती मशो नाउमीद के अब्र सियाह बौरत अब सफ़ीद, कि जब भी तुम्हें परेशानी और मुश्किलात का सामना आए तो कभी मत घबराना, क्योंकि बारिश से हमेशा सफ़ेद बारिश के कतरे बरसते हैं. मैं अब दरख्वास्त करूंगी अपनी वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर बिश्रा मिर्ज़ा से कि आप अब अपने कलाम से, अपने ख़िताब से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे मेहमानों को एड्रेस करें. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बुश्रा मिर्ज़ा, वर्दी वाइस चांसलर LCWU, टू वेलकम द रिस्पेक्टेड स्पीकर्स. Professor Dr. Bushra Mirza got her PhD degree from University of Cambridge on Cambridge Commonwealth Scholarship. 22 PhD and 120 MPhil students have completed their research work successfully under her supervision. She has published more than 180 papers in well-reputed journals. In 2013, she was awarded an honorary position of ISESCO Women Science Chair. As recognition of her research achievements, she was awarded Best Young Research Scholar Award in 2006 by Higher Education Commission Pakistan. Gold Medal for Biochemistry in 2008 by Pakistan Academy of Science and Professor A.R. Shakuri Gold Medal by the Zoology Society of Pakistan in 2010. Best Research Paper Award by Higher Education Commission and Presidential Award Tamghay Imtiaz in 2017. Madam, I request you to please start your address. Assalamu alaikum. Thank you very much for a kind introduction. And it's purely privilege and a matter of pleasure for me to be part of this event, today international webinar on life, hope, and Persian literature. First of all, I'm very thankful for all the participants, our resource person, Professor Dr. Hossein Salimi, and other resource persons, and teachers, and students, and faculty members. I feel the topic of this webinar is so relevant and so important because in today's situation, when we are facing this COVID-19 all over the world, and I personally feel that where medicine and science fails, that's where the faith and hope is what is needed. And
literature, especially Persian literature, gives you hope and message of life. And that's exactly what you need in current situation. So that's why I'm so glad that our Persian department under the leadership of Dr. Saiba has organized this webinar, which is very relevant and very much needed in today's situation. I personally feel that, first of all, Persian language and Persian literature is nothing alien to us. It's part of our culture, it's part of our heritage, it's part of our literature, in fact. Being a Muslim, I feel that we can't ever lose hope, because you can't be a Muslim without being hopeful. You can't lose hope from God. That makes you, in fact, lose your faith, because that's part of our faith, to be hopeful. And always expect good and pray for good and hope for good from God. And of course, every literature, and particularly Persian literature, seems to be full of that. And the writings and poetry of all those scholars and Molana, as Dr. Faliha was mentioning, their whole work gives us message of hope, and that is what we need in today's world for the mankind, for the as a savior of mankind. Because for COVID-19 particularly, we don't have any medicine, and even for those diseases for which we have medicine, in fact, science proves that when you are positive, when you have hopes, that is when your medicine works best. You know, I'm a biologist, and that is something which is proven, that if you are depressed and if you lose hope and you suffer from anxiety, even medicine for those medical problems for which medicine does exist doesn't work anymore, because our whole physiology, our body functioning is so much affected by our mental condition, by our psychological condition, and for which our spiritual well-being is so important. So I feel that giving message of hope and life is needed every time, all the time, but especially in today's world situation, this is so much needed, because that's where science doesn't seem to work, and that is where science stops working. That's from where faith and literature and message of hope and spirituality is something which starts, and so that is our savior, which can help us to pass through these difficult times. So that's why I feel that all the writings and poetry by those wise people, those people who guided us, is always a light of hope for us for to pass through any difficult times. And I personally feel that it's a great honor for Lahore College for Women University to organize such seminars. We have been having different, particularly because it is something which is so much needed for our students, for our younger faculty, and for all those who are being part of this webinar now or afterwards. It is a very important message for all of them, and I'm so grateful for all the resource person, our speakers who have helped, who are going to join us. It's an honor for us to host this event and get benefit from all these learned people. And I congratulate Dr. Faliha Kasbi and her team for organizing this event. And I know that there is a calligraphy exhibition, which is also going to be part of it. I guess that's planned for tomorrow, starting from tomorrow. So that is another wonderful initiative which we can definitely feel proud of, because I have already seen those work done by our students and our faculty. It's such a feast for our eyes as well as for our spirit, because it's a beautiful color combination and artwork, and at the same time it gives you a very special spiritual state of mind and feelings as well,
which is something which is very rare in today's world, but very much needed. So I congratulate all the organizers, all the resource persons and participants for being part of such a noble event. Thank you very much. We have Dr. Hossein Salimi, worthy president, Alama Tabatabai University with us. آقای دکتر حسین سلیمی از شما خواهش مندم که راجع به این موضوع وبینار نظرات خودتون را ابراز بکنید. به نام خدا سلام عرض میکنم حضور تمام شرکت کنندگان این جلسه. اجازه میخوام به دلیل اینکه سرکار خانم پروفسور بشرا میرزا بحثشون رو به انگلیسی شروع کردن، من یک مقدمه کوتاهی به انگلیسی بگم و بعد بقیه بحث خودم رو چون راجع به زبان فارسی هست به فارسی بیان بکنم. First of all, I would like to express my gratitude to all of organizers of this webinar, especially Vice-Chancellor Professor Bushra Mirza and all of authorities of LC University of Lahore. And I think that this kind of webinars can be a good starting point for more collaboration between Iranian and Pakistan universities, especially in the field of Persian language and Persian culture and Iranology and Pakistan and regional studies in the in this special region for Iran. And let me continue my short speech in Persian language because the subject of this webinar is Persian language and it's better to speak Farsi. من مجدداً تشکر میکنم از تمام سازمان دهندگان و شرکت کنندگان در این جلسه. برای من جای افتخاره که در این جلسه حضور داشته باشم در حضور استادان محترم، دانشجویان گرامی و محققین زبان فارسی، مخصوصاً همکاران دانشجویان و محققین گرامی در دانشگاه بانوان لاهور که پایه‌گذار این وبینار بسیار ارزشمند هستند. خب سرکار خانم پروفسور دکتر سید از ناامیدی در فضای دانشگاهی گفتن، من میخوام عرض بکنم که برای غلبه بر این فضا از نقطه بسیار خوبی آغاز کردیم، چون زبان فارسی زبان امید و دوستی و عشق و آینده هست. ما شاید در کمتر زبانی و در کمتر ادبیاتی اینقدر پیام‌های پر امید، پیام‌های عاشقانه و پیام‌های دوستانه، پیام‌هایی که گویای پیوند بین انسان‌ها برای تکامل بشری است داشته باشیم. و لذا آغاز یک حرکت علمی تازه برای غلبه بر محیط فکری تازه‌ای که در اثر شیوع بیماری کووید 19 به وجود اومده با زبان فارسی بسیار ابتکار مناسب و خوبی است. من فکر می‌کنم که کووید 19 علارغم تأثیرات نامناسبی که بر فضای دانشگاهی در جهان داشته، اما یک دستاورد بزرگ هم داشته و اون تسهیل و امکان ارتباط بیشتر بین دانشگاه هست. وقتی که دانشگاه‌ها به فضای مجازی روی آوردند، این فضای مجازی
شرایط اینکه ما مرزها رو مشکلات حرکت فیزیکی رو و مشکلات دوری جغرافیایی رو پشت سر بذاریم و بتونیم از طریق فضای مجازی به هم نزدیک باشیم، با هم گفتگو کنیم و اندیشه هامون رو با هم نزدیکتر بکنیم. ما با این وبیناری که شکل میگیره به عنوان برجسته ترین دانشگاه علوم انسانی در کشور ایران درک کردیم که میتوانیم با یکی از مهمترین مشترکان فرهنگی با خودمان، یعنی دانشگاه های پاکستان که حلقه مفقوده دانشگاه های ما در روابط بین الملل هستند، ارتباط نزدیکی داشته باشیم و بتوانیم در این ارتباط نزدیک به دستاوردهای تازه‌ای دست پیدا بکنیم. اما درباره زبان فارسی من باید عرض بکنم که نگاه ما به زبان فارسی فقط به عنوان یک وسیله ارتباطی نیست. زبان فارسی از نظر ما یک لایف ورد یا یک زیست جهان متفاوت هست. زبان فارسی یک فرهنگ، یک نظام معنایی است که انسان‌ها با زیستن در درون این نظام معنایی به دریایی از معرفت دست پیدا می‌کنند که در این دریای معرفت می توانند زندگی متفاوتی رو برسازند. زبان فارسی که در طول ده‌ها قرن تونسته به حیات مولد خودش ادامه بده، تونسته ارزش‌های بزرگی رو در محیط فکری و محیط ادبیات جهانی گسترش بده، بیگمان در زمانی که بشر در تنگناهای مختلف قرار میگیره میتونه خالق ارزش‌هایی باشه که در این ارزش‌ها و در محیط این ارزش‌ها بتونه زندگی متفاوتی رو برای بشر به وجود بیاره. به همین دلیل من فکر میکنم که استادان زبان فارسی، کسانی که در محیط فرهنگی فارسی زندگی کردند، کسانی که زندگی خودشون رو در محیط زیست فارسی تعریف کردند و امکان بهره‌مندی از این دریای معرفت رو دارند، رسالتی بزرگ در جهان امروز دارند و می توانند مبلغ و گسترش دهنده ارزش‌های تازه‌ای باشند که گره از کار بشر باز بکنه. بشری که امروز بیشتر در محیط خشونت و رقابت و فردیت داره زندگی میکنه، با ارزش‌های برگرفته از نظام معنای فارسی میتونه راه خودش رو به سوی امید، به سوی افتخار و به سوی یک همزیستی مبتنی بر دوستی گسترش بده. من باز هم از امکانی که برای حضور بنده در این جلسه فراهم شد تشکر میکنم و آرزوی موفقیت میکنم برای این وبینار ارزشمند. من تشکر میکنم خدمت ریاست دانشگاه علامه طباطبایی جناب آقای دکتر سلیمی که شما زحمت فرمودین، وقت به ما دادین. ما افتخار میکنیم به وجود شما و به دانشگاه طباطبایی که همیشه با ما برای کمک ما آماده هست. خیلی ممنونم آقای دکتر، انشالله که از حضور شما در ایران یا در پاکستان باز هم استفاده کنیم. متشکرم. دکتر بهادر باغری، دپتی دایرکتر فار اکسپنشن آف پرشین لنگویج اینڈ ایرانیان استادیز ابراد، منیستری آف ساینس ریسرچ اینڈ تکنالوجی ایران. از آقای دکتر بهادر باغری تقاضا دارم که سخنورانی خودشون را بفرمایند. به نام خداوند جان و خرد،
حضور همه شما دوستان عزیزم سلام عرض می کنم سخنرانان ارزشمندی که از پاکستان، ایران، آلمان، آذربایجان، صربستان و کره جنوبی در این برنامه حضور دارند و به ویژه تشکر می کنم از دوست و همکار بزرگوارم سرکار خانم دکتر فلیحه زهرا کاظمی از دانشگاه السی بانوان لاهور و این برنامه بسیار خوب و ارزشمندی که ترتیب داده اید با عنوان امید و سلامتی و ادبیات فارسی. خب چون فرصت کم هست من فقط چون علاقه شخصی خودم و مطالعاتم بیشتر در حوزه حافظ هست میخوام درباره امید در شعر حافظ و جنبه های گوناگون امید در شعر ایشون خواجه شمس الدین حافظ شیرازی با شما سخن بگم. من دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران و همچنین مسئول گسترش زبان فارسی در دانشگاه خارج از کشور در وزارت علوم هستم و این فرصت رو مغتنم می شمارم و امیدوارم که شاهد گسترش زبان و فرهنگ گرانسنگ فارسی در جای جای جهان باشیم و از تلاش ارزنده استادان گرانقدر در شبه قاره هند در هندوستان، پاکستان و بنگلادش صمیمانه سپاسگزاری می کنم و قدردان زحمات شما هستم و امیدوارم در دوران پس از کرونا فرصت دیدار شما دوستان در از نزدیک دست بده و بیشتر با هم گفتگو کنیم و همکاری علمی و فرهنگی داشته باشیم. خب به همطور که میدونید امید در زبان پهلوی امت و در پازند امز تلفظ میشه و با عنوان یا به معنای آرزو، عمل، آرمان، چشم داشت، انتظار، توقع، بیوس، پرسو، پرمو، پرموز و یرمور یا یرموز تلفظ میشه و گونه های دیگر این واژه هستند. در شعر حافظ چون فرصت کمه و ما باید صحبت ها رو در 10 دقیقه خلاصه کنیم، در شعر حافظ ما 6 نوع نگاه میبینیم به مسئله امید که جالب توجه هست که این 6 دسته در بخشی از اشعار حافظ ما میبینیم که ما را به امیدوار بودن در هر حال تشویق میکنه و وامی داره. تو شعر حافظ میبینیم مورد دوم این است که به هیچگاه بذر نومیدی یا تخم نومیدی در دل خود و دیگران نپاشیم. حافظ از ما چنین میخواهد که 2 مورد از شعرهای حافظ این چنین است. در 18 مورد حافظ امید به وصال دوست داره که بیشترین بسامد یا فریکونسی رو در شعر حافظ میبینیم، امید به وصال دوست. در 13 مورد امید به لطف و محبت دوست که این دوست میتونه هم خدا باشه هم معشوق زمینی که در شعر حافظ میبینیم. در 3 مورد نتیجه شیرین و دلپذیر امید رو حافظ ازش صحبت میکنه و خوشحاله که به این در حقیقت نتیجه شیرین و دلچسب رسیده. و در 7 مورد میبینیم که شکایت از بی‌حاصلی امید میکنه و امید رو بی نتیجه دانسته و شکایت میکنه که با آن همه امیدی که داشته به نتیجهی که میخواسته نرسیده. بنابراین میبینیم که در 42 مورد نتایج مثبت امید و در حقیقت دستاوردهای خوب و شایان توجه امید رو حافظ به ما گوشزد میکنه و فقط در 7 مورد باز رگه هایی از نومیدی و از شکایت، در حقیقت نه نومیدی میشه گفت، شکایت از این که امید او به نتیجه خوبی و نتیجه قانع کننده ای نرسیده. این که 42 بار در برابر 7 بار نشون میده که حافظ اون جنبه های امیدواریش خیلی پررنگتر و جدیتره. من نمونه هایی براتون بخونم چون فرصت کم هست. اونجایی که حافظ ما رو به امید در هر حال، در هر
گرفتاری که هستیم، گرفتاری که داریم، مشکلاتی که داریم فرا میخونه، یک رباعی زیبا داره حافظ که از چرخ به هر گونه همی دار امید، و از گردش روزگار میلرز چو بید. گفتی که پس از سیاه رنگی نبود، پس موی سیاه من چرا گشت سپید. در جای دیگر میفرماید که کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشو ای باد پرست. یعنی لطف و محبت خداوند چندان با ارزش‌ها و مقیاس‌هایی که ما به کار می‌بریم سازگار نیست و لطف او شامل حال همه ما خواهد شد. به ناامیدی از این در مرو بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. یا در جای دیگر که امید رو با اغتنام فرصت، یعنی اینکه ما قدر لحظه‌های خود را بدانیم، هر چند که با سختی می‌گذرد، هر چند که با تلخکامی می‌گذرد، قدر این فرصت‌ها رو بدونیم. می بی قش است دریاب، وقتی خوش است بشتاب، سال دیگر که دارد امید نوبهاری. ما نمی‌دانیم که فردا چه خبر است، فردایی وجود دارد یا نه. بنابراین به قول خیام، از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. حافظ از ما میخواهد که نه در دل خود و نه در دل دیگران بذر ناامیدی نپاشیم، اونها رو ناامید نکنیم. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت. ما نمیتوانیم همه اسرار هستی را بدانیم و خوب و بد رو کاملا تشخیص بدیم. آنچه که خدا میبیند با ما تفاوت داره. از لطف بیکران خداوندی نه خود را و نه دیگران رو ناامید نکنیم. لا تقنطوا من رحمت الله، به ناامیدی از این در مرو بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. گفتیم که حجم عظیمی از شعرهای حافظ درباره وصال دوست هست. امید به وصال دوست. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب حرمان نشود. مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید، که حلقه ایز سر زلف یا دارم امید بر این اشک چوباران، که دیگر برق دولت که برفت از نظرم باز آید. این شعرهایی که درباره امید وصال است فراوانه و من به همین مقدار بسنده می کنم. برسیم به اون شعرهایی که به لطف و عنایت دوست چشم امید دارد. دارم امید عاطفتی از جناب دوست، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست. چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب، که به امید تو خوش آب روانی دارد. ساربان بار من افتاد، خدا را مددی که امید کرمم همراه این محمل کرد. یا اونجایی که به لطف دوست و به محبت دوست چشم امید داره. زلف او دام است و خالش دانه آن دام، و من بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست. شده ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم، که به همت عزیزان برسم به نیک نامی یا برسم به نیک نامی. آنجا که از نتیجه شیرین و دلپذیر امید میگوید، میگوید که صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. یا سحر چون خسرو به خاور علم بر کوهساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد. و اگر یک دقیقه فرصت داشته باشم بخوام اشاره کنم به اونجایی که از بی‌حاصلی امید میگه، اونجا که میگه امید در شب زلفت به روز عمر نبستم، طمع به دور دهانت
ز کام دل ببریدم یا دریغ مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق. اما همونطور که عرض کردم 42 مورد یا حجم عظیمی از اشعار حافظ در اون مواردی است که ما را به امید فرا می‌خواند و اینکه هم خود امیدوار باشیم و هم دیگران را به امید و نشاط فرا بخوانیم. امیدواریم که با برطرف شدن این ویروس کرونا جهان روی خوشی و خرمی ببیند و ما هم به دیدار یکدیگر نائل شویم و بتوانیم این ارتباط فرهنگی و ادبی و علمی رو حضوراً و رو در رو ادامه بدیم. سپاسگزارم و براتون آرزوی توفیق و سربلندی دارم. ممنون آقا. دکتر رضا مراد سهرائی، چیرپرسن سنتر آف عزفا علامه طباطبایی یونیورسیتی ایران. آقای دکتر لطفاً در مورد پیام امید و سلامتی در ادبیات فارسی سخنرانی خودتون بفرمایید. Let me unmute. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to open my short speech in English because some of the audience are English speakers or they can understand us only through English language. I would like to thank Professor Faliha Kazemi and all her colleagues for planning and organizing this webinar. It is actually my honor to be a part of this webinar and play a minor role in organizing and planning it. Also, I would like to express my gratitude to all doctors and nurses all over the world, especially those who are listening and watching us because they are defeating this virus and supporting all the people around the world. As Professor Bushra Mirza said, this topic is very relevant to our current situation. Needless to say, hope and all the concepts around this concept are the start of everything. Science is started with hope and it is also ended in hope. Whenever there is nothing, hope can pave the way for action. And whenever everything is ended, hope starts and opens the new ways. After this short introduction, I would like to switch to Persian, talking about hope in Persian language and literature. من چند موضوع آماده کرده بودم و خیلی هم علاقه داشتم که بعد از آقای دکتر باقری صحبت کنم، چون که مطمئن بودم ایشون همه شنوندگان و بینندگان این برنامه رو مستفیض خواهند کرد، به ویژه که درباره حافظ پژوهشگری عمیق و خوشنام هستند. در روزگاری که انسان محاسبه‌گر شده و فردیت در بین ما انسان‌ها رونق پیدا کرده، من فکر می‌کنم کرونا خودش حامل یک پیام امید هست. پیامی است به ما انسان‌ها که قدر با هم دیگر رو و با هم بودن رو بیشتر بدانیم و برگردیم به روابط انسانی و معنوی. کرونا به ما پیام مثبت اندیشی داد و به ما پیام مهربان‌تر بودن و ساده‌گیرتر بودن داد و ما با همین مهربانی کرونا رو شکست خواهیم داد. امروز که کرونا درمان ندارد، از نظر علمی درمان اون امید و معنویت است که در ذات همه ما وجود دارد. واکسن کرونا را منتظریم کشف کنند، حالان که خداوند واکسن همه اینها را در ذات ما نهاده است و آن امید است. من چندین مطلب آماده کرده بودم برای این 10 دقیقه. یکی امید از منظر روانشناسی بود و علاقه دارم که کمی درباره این حرف بزنم، چون امید مفهومی است که با مفاهیم بسیار متعدد دیگری رابطه دارد.
امید با اعتماد به نفس با خودباوری با مثبت اندیشی و موارد و مطالب و مفاهیمی از این دست رابطه دارد لکن از همه آنها بالاتر است امید را همان گونه که همکارم آقای دکتر باقری تعریف کرد معادل در حقیقت اراده و نگاه به آینده و در حقیقت امید اعتماد به آینده می دانیم. ما در روانشناسی وقتی که مفهوم امید را جستجو می کنیم می بینیم که فرق روانشناسان با دکترها در همین است. دکترها خود را شفادهنده جسم انسان می دانند. روانشناسها خود را شفادهنده روح انسان می دانند. دکترها دارو می دهند. روانشناسان امید را دارو می دانند. به این تعبیر همه ما به دلیل اینکه امید را در بین همدیگر ترویج می‌کنیم می‌توانیم درمانگر هم باشیم. سه تحقیق در روانشناسی انجام شده که نتایج آن حیرت انگیز است. تحقیق اول آن که کسانی که امید بیشتری دارند زندگی طولانی تری دارند. همه دوستان خوب من می‌دانند که امید و شاخص امید به زندگی یکی از معیارهای توسعه در کشورهای مختلف جهان است. حیرت آور است که این شاخص شاخصی است که زبان فارسی و ادبیات فارسی بیش از هر چیز دیگری در اختیار ایرانیان قرار داده است. شاید ما امروز به دلایلی که همه شنوندگان و بینندگان می‌دانند در سخت‌ترین تحریم‌ها باشیم. اما شاخص امید به زندگی در ایرانیان بسیار بالاست. دلیل آن این است که زبان ما و ادبیات ما و فرهنگ ما پر از پیام‌های امید است. امید نظام شناختی ما ایرانیان را آینده نگر کرده است. نکته دیگر رابطه بین امید و سلامتی است. کسانی که امیدوارتر هستند در مقابل بیماری ها مقاومتر هستند. امروز که ما به بیماری کرونا دچار شده ایم خوب است بدانیم که از نظر همه کسانی که این بیماری را تجربه کردند یا در درمان آن تجربه دارند امید پیش از داروهای شناخته شده مورد نیاز است. خیلی جالب است بدانید که در تحقیقی که اخیراً در ایران انجام شده بین میزان مرگ و میر و میزان شاخصه امید در بیماران رابطه‌ای پیدا شده. بیمارانی که امیدوارتر بودند حتی اگر بیماری زمینی داشتند در مقابل آن بیماری مقاومتر بودند. نکته آخر این که امید آموختنی است اگرچه به طور غیر مستقیم. خواندن ادبیات فارسی امید را در ذات و در ذهن همه افرادی که با این ادبیات مانوس هستند وارد می کند. خیلی عجیب است. گزارش های متعددی از روانشناسان و پزشکان در دست است که می گویند اثر یک قطعه ادبی و هنری در مبارزه با بیماری ها بسیار بیشتر از چندین دوز دارو است. من خیلی دوست دارم که درباره امید در ادبیات فارسی هم چند شعر بخوانم اگرچه امیدوارم مشکل زمان پیش نیاید. پیش از اینکه چند قطعه شعر بگویم خوب است کتابی به شما معرفی کنم تحت عنوان اول قلب بیولوژی امید و قدرت شفابخشی روح انسان ترکیب امید و بیولوژی یعنی Hope and Biology ترکیب عجیبی است امروز گفته می شود که افرادی که امیدوار هستند مغزشان فرمانهای بهتری برای زندگی و زیستن و مقابله با چالش ها صادر می کند بنابراین امید کاربرد درمانی دارد و بی جهت نیست که در ادبیات فارسی تا این حد رواج دارد.
چون ادبیات به طور عام ادبیات فارسی به طور خاص به امید توجه ویژه‌ای داشته است. امید ورد ثابت عارفان و ادیبان بوده و هست. امید به انسان قدرت حل مسئله می‌دهد، قدرت سازگاری با شرایط پیچیده و سخت می‌دهد. امید پیشران زندگی است. امید از همه ابزارهای شناخته شده دیگر سودمندتر است. از ثبات قدم، از وظیفه شناسی، از خودکارآمدی هم بهتر است. شاید بد نباشد که به شما یادآوری کنم داستان گفتگوی صلح، ایمان، عشق و امید رو. در داستانهای کوتاه هست که چهار شمع به آرامی می سوختند. محیط آنقدر ساکت بود که می شد صدای آنها را شنید. اولین شمع گفت من صلح هستم. هیچ کس نمی تواند مرا همیشه روشن نگه دارد. فکر می کنم که به زودی خاموش می شدم. هنوز حرفایش تمام نشده بود که خاموش شد. شمع دوم گفت من ایمان هستم. اما گویی کسی به من نیاز ندارد. برای همین دیگر رغبتی ندارم بیش از این روشن بمانم. نسیم ملایمی وزید و خاموش شد. نوبت شمع سوم رسید که عشق بود. با اندوه گفت توانایی روشن ماندن ندارم چون که مردم مرا به کناری انداختند و اهمیتم را نمی فهمند. و خاموش شد. در آن لحظه کودکی وارد اتاق شد و دید که سه شمع دیگر نمی سوزند. با خود گفت چه شده است؟ شما که تا آخرین لحظه می خواستید روشن بمانید، پس چرا دیگر نمی سوزید؟ شمع چهارم گفت نگران نباش، تا وقتی من روشن هستم به کمک من آنها هم روشن خواهند شد. من امید هستم. با شمع امید می شود عشق، ایمان، صلح و همه خوبی های دیگر را روشن نگه داشت. بی جهت نیست که یکی از شعرهای معاصر می گوید مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی و بسیاری دیگر از این شعرها که صد حیف فرصت خواندنش نیست. امیدوارم هر چیز در ما از بین رفت، امید زنده بماند تا با آن همه را دوباره به دست بیاوریم. مجدداً از همه دوستانی که در تشکیل این وبینار و اجرای اون نقش آفرینی کردن تشکر میکنم، به ویژه از دانشگاه میزبان، دانشگاه بانوان لاهور و دانشگاه همکار، دانشگاه خودم، محبوب خودم، دانشگاه علامه طباطبایی و رؤسای این دو دانشگاه و خانم کاظم. و سلام علیکم و رحمت الله. آفرین آقای دکتر، استفاده کردیم. من تشکر میکنم از حضور تمام استادان و بالخصوص خدمت آقای دکتر اقبال شاهد، دکتر دهغنی، دکتر ایرانزاده، خانم دکتر مازنی و خانم دکتر آیگون ارسپاستارم که امروز هم در خدمت ایشان هستیم. دکتر دشیری از امبسیدر این سنگل. از آقای دکتر دشیری خواهش مندم که راجع به این وبینار نظرات خودشون را بفرمایند. آقای دکتر از میخوام مایک شما باز نشده، مایکتون بسته هست. میوت. الان صدای منو دارید؟ بله دقیقا الان داریم. ممنونم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر می کنم از سرکار خانم دکتر کاظمی و همچنین از دانشگاه علامه طباطبایی به ویژه آقای دکتر صحرایی و کلیه برگزار کنندگان این وبینار که بسیار حائز اهمیت هست با توجه به ایام کرونایی اهمیت امید در ادبیات فارسی را ما بایستی مورد توجه قرار بدیم در بررسی که به عمل آوردم من بیشتر میخوام از امید به عنوان سرمایه اجتماعی در ادبیات فارسی سخن بگویم چون که پیوند زیادی با آرامش و سلامت روانی جامعه داره و اهمیت خوشبینی و اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی در ادبیات فارسی موج میزنه یعنی تأکید بر یک زندگی سالم، سرزنده، پویا، شاداب و بدون دغدغه و ایمن از آسیب در ادبیات فارسی هست پروین اعتصامی می‌فرماید سرسبز آن درخت که از تیشه ایمن است فرخنده آن امید که هرمان نمی‌شود و این نشون میده که در ادبیات فارسی اعتماد متقابل اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار هست و این هست که بنیاد امید را تشکیل میده و از پایه‌های این امید مثبت‌اندیشی در جامعه یعنی یک انتظار تحول و بهبود شرایط و اصلاح جامعه و بروز تغییرات مثبت سیاسی اجتماعی و فرهنگی هست و این نشون میده که در ادبیات فارسی اون نگاه بهبود گرایانه و ذهنیت خوشبینانه نقش عمده ای را در ارتقای سرمایه اجتماعی داره باز پروین اعتصامی می‌فرماید خوشان رمزی که عشقی را نوید است خوشان دل کندران نور امید است و حتی نظامی هم می‌فرماید مجنون ز سر امیدواری می‌کرد به سجده حق گذاری و این نشون میده که در واقع اون روحیه امیدوارانه مجنون بود که او را به سجده و حق گذاری وادار کرد و این انتظار تحول و بهبود شرایط بود که او را به این سمت و سو رهنمون کرد نکته دیگه این هست که از نظر من امید یک امر جهان شمول نسبی است جهان شمول از این لحاظ که همه انسان‌ها در یک سلسله ارزش‌های معنوی و انسانی دیدگاه مشترکی نسبت به امید دارند حالا از باب نودوستی و انسان دوستی همه معتقدند که در پرتو کمک و نیکی در حق نوع هم نوعان میشه به امیدواری رسید و این پیام امیدوار کننده را داره همون شعر معروف سعدی که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش به یک گوهرند و این نگاه نیکی گرایانه موجود در ادبیات فارسی از اهمیت برخورداره صدای من رو دارید؟ صدای من رو دارید؟ بله عرض کنم محضرتون که فردوسی هم می فرماید
تو تا زندگی سوی نیکی گرای مگر کامیابی به دیگر سرای. بنابراین یک بعد جهان شمولش نوع دوستی و انسان دوستیه و بعد دیگه جهان شمولش بعد عشق مادی یا معنوی هست که بیشتر بحث وصال به معشوق انسانی یا الهی است و اون هم یک روی کرده در همه انسان‌ها یکسان است. حافظ می‌فرماید تو بودی آن دم صبح امید که سر مهر برآمدی و سر آمد شبان ظلمانی. یا فخرالدین عراقی هم می‌فرماید که چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باش. این نگاه به وصال و حالا این معشوق که میتونه انسانی باشه یا الهی، اینها یک رویکرد جهان شمولی است که در همه انسان‌ها وجود داره، اما میتونه یک جنبه نسبی هم داشته باشه و اون این است که در به اصطلاح ما کانتکستواله، یعنی یک امر زمینه‌ای است. در هر جامعه ای نوع امید میتونه متفاوت باشه و این هست که من معتقدم که امید یک امر جهان شمول نسبی است. از یک رو به اصطلاح جهان شموله و از سوی دیگه نسبیه. همین بحث این که امید در ادبیات فارسی فقط به آینده نیست، بلکه مظهر پیوند گذشته، حال و آینده هست. این نگاه فارسی هست به و نگاه ایرانی به امید که حضرت حافظ می فرماید، همونطور که آقای دکتر باقری هم فرمودند، دارم امید عاطفتی از جناب دوست، دارم پس الان، کردم جنایتی پس مربوط به گذشته است و امیدم به عفو اوست، کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست، این باز به آینده. بنابراین مظهر پیوند گذشته، حال و آینده هست. این امر نسبی است. حتی امر نسبی در یعنی به نوعی هم فردیه و هم اجتماعیه. اونجا که مولانا در بحث پیوند امید با صلح و تلاش همگان برای نیکوکاری می‌فرماید تو مگو همه به جنگ و به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نهی هزاری تو چراغ خود برافروز. ببینید اینجا هر فردی هم بایستی که چراغ خودش را برافروزه در عرصه صلح، ولی عرصه اجتماع هم بایستی در زمینه صلح تلاش کنند و گام‌های مؤثر بردارن. بنابراین این نگاه که هر جامعه ای نگاه خاص خودش را به امید داره و میتونه مظهر پیوند گذشته، حال و آینده باشه و هم مظهر تعامل فرد و جامعه باشه، در اشعار ادبیات فارسی موجود هست. و خب در ادبیات فارسی یک رویکرد پارادوکسیکالی هم در امید هست، یعنی خوف و رجا که در ادبیات ما هست، در ادبیات فارسی هم همین بحث، یعنی پیوند امید و ترس و یا پیوند امید و ناامیدی مطرح است. مثلا نظامی می‌فرماید در ترس چنان امیدواری است، در وقت امید رستگاری است. یا مولوی می‌فرماید در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. بنابراین این رویکرد پارادوکسیکالی که امید داره و نشون میده که ما با یعنی امید را توأم با صبر و شکیبایی و تحمل سختی ها و مرارت ها میدونیم و به هیچ وجه به هنگام سختی ها ناامید نمیشیم، همونطور که الان هم در حین تحریم ها به هیچ وجه ناامید نشدیم. نظامی میفرماید به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سیه بارد آب سفید. بنابراین از ابر سیه باران سفید خواهد بارید. بنابراین
این نگاه مثبت که به نوعی ما ان مع العسر یسرا و با تحمل سختی ها و مرارت ها آسانی ها به وجود میاد و اینکه امید یک پیوند دائمی با صبر و شکیبایی داره تا اینکه بتونه این رویکرد پارادوکسیکال را به نوعی مدیریت کنه و از نومیدی امید بسازه، از سیاهی سپیدی بسازه و از ترس امیدواری را در جامعه ایجاد کنه. این رویکرد زبان فارسی است. امیدوارم که ما بتونیم با این رویکرد جهان شمولگرایانه نسبی خود هم اعتماد را در درون جامعه پرورش بدیم و هم اعتماد را در تعاملات بین المللی و در ارتباط با سایر ملت‌ها ارتقا ببخشیم. از توجهتون سپاسگزارم. ممنون آقای دکتر. الان خدمت سرکار خانم لیسیون خواهش مندم راجع به موضوع وبینار سخنرانی بفرمایید. الان صدای من دارین؟ بگن صدای منو دارین؟ خانم بله خانم لی ما صدای شما رو داریم. بله بفرمایید. بله بفرمایید. سلام و درود برای شما. بنده سیون لی هستم از کره جنوبی. در حال حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد عضو را می‌خوانم. خیلی افتخار دارم که در وبینار LCWU دعوت شدم. از دعوت شما خیلی سپاسگزارم. واقعا خیلی افتخار دارم با حضور شما این فرصتی را دارم که چیزی بگم. در خدمت شما عرض کنم مردم میگن که دلیل واقعی ترسناک بودن جنگ این است که کسانی که حتی زخمی نشدن هم به خاطر اضطراب و استرس بیمار را میگیرن. وقتی جنگ با کرونا شروع شد، روانشناسان اهمیت کنترل اضطراب و استرس را اظهار کردند و احتمالاً یکی از دلایل اضطراب شدید این است که مردم اطلاعات واقعی یا غیر واقعی را بیش از حد دریافت می کنند. مثل فاصله اجتماعی، ذهن مردم هم باید از این اطلاعات فاصله گذاری شود. بعد این فاصله را با چیزهای دیگر جبران کند، مثل ارزش و زیبایی زندگی روزمره. سهراب سپهری گفت که زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. ادبیات می توانند این فاصله ذهن ما را کفایت کند. ادبیات احتیاج دارد تا آن زمانی آن زیبایی و ارزشی ها را برای ما یادآوری کند. وقتی ادوارد فیتزجرالد حکایت های فارسی را به انگلیسی ترجمه کرد، ضرب المثل فارسی این نیز بگذارد هم ترجمه شد و به زبان‌های گوناگون حتی به زبان کره‌ای هم ترجمه شده جمله معروفی شد. نظامی گفت که در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. این زمان هم حتما می‌گذرد. تا آن زمان برسیم امیدوارم مردم از طریق ادبیات آرامش داشته باشند و سلامت روحیات خود را نگهداری کنند. برای این شعر سید علی صالحی زنده باد امید را آماده کردم و چون که کره‌ای هستم یک شعر کنار شعر فارسی یک شعر کره‌ای کوتاه هم آماده کردم. امیدوارم از این لذت ببری. زنده باد امید. در ازدحام این همه ظلمت بی‌اثر چراغ‌ها را هم از من گرفتند، اما من دیوار به دیوار
از لمس معطر ما به سایه روشن خانه باز خواهم گشت. پس زنده باد امید. در تکلم کورباش کلمات چشمهای خسته مرا از من گرفتند. اما من اشاره به اشاره از حیرت بیباور شب به تشخیص روشن روز خواهم رسید. پس زنده باد امید. در تحمل بیتاب تشنگی میل به طعم باران را از من گرفتند. اما من از شبنم به شبنم، از دعای عجیب آب به کشف بی پایان دریا رسیدم. پس زنده باد امید. اینجاست. در چه کنم‌های بی رفتن سفر صبوری سندباد را از من گرفتند. اما من گرداب به گرداب از شوق رسیدن به کرانه مود طوفانای هزار هیولا را طی خواهم کرد. پس زنده باد امید. چراغ‌ها، چشم‌ها، کلمات، باران و کرانه را از من گرفتند. همه چیز را از من گرفتند، حتی نومیدی را. پس زنده باد امید. این شعر کره‌ای هم معرفی می کنم. این عنوانش پیچک، شاعرش دو جنگوان است. آن دیوار، وقتی حس می کنیم چاره ای ندارد، آن زمان پیچک بی صدا بالا می رود. وقتی به آن میگوییم دیوار نومیدی، در آن یک قطره آب نیست، یک بذر هم نمیتواند در آن زندگی کند، پیچک بدون عجله جلو میرود. حتی به اندازه انگشت پیچک ها همیشه جمعی دست در دست بالا میروند. تا زمانی که آن نومیدی را سرسبز میکند، همان نومیدی را می گیرد و رهایش نمی کند. وقتی سرمان را پایین می دازیم، چون نمی توانیم از آن دیوار بالا برویم. یک برق پیچک هزار برق پیچک را هدایت می کند. بالاخره از آن دیوار بالا می رود. مجدداً تشکر می کنم از زحمت دانشگاه LC بانوان لاهور و مشارکان وبینار. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. ممنونم. تشکر خانم لیسیون. من یه تشکر ویژه‌ای دارم خدمت خانم لیون که خیلی خوب فارسی خوندن و ما واقعا لذت بردیم از حضور ایشون. الان خدمت سرکار خانم دکتر مریم حسینی، خواهش مندم راجع به موضوع وبینار سخنرانی بفرمایید. درود بر دوستان عزیز، همکاران، دانشجویان. خیلی خوشحالم که در میان شما هستم و این فرصت به من داده شده که در این جلسه صحبتی داشته باشم. به طور ویژه از سرکار خانم دکتر کاظمی سپاسگزاری میکنم که در هدایت تک تک شرکت کنندگان در این وبینار بسیار زحمت کشیدن. من با توجه به اینکه مخاطبان این جلسه عموما بیشتر آشنایان به زبان انگلیسی هستن، متن صحبتم رو به زبان انگلیسی آماده کردم و در میان اون البته از اشعار زبان فارسی استفاده میکنم. Dear professors, my colleagues, dear students, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be with you in this webinar. It is an honor for me to carry the message of hope and love and friendship from the Iranian people, especially academics, as well as my colleagues at Az-Zahra University. First of all, I would like to thank the organizers of this webinar for providing us with the opportunity to bring the voice of hope and joy of Persian literature to this world.
considering that the title of this webinar is a message of hope and health, which is organized by University of Karachi, let me begin my speech with a verse by Iqbal Lahuri, because نغمه مردی که دارد بوی دوست ملتی را میبرد تا کوی دوست. The song of a man who smells of a friend and love leads a nation to a friend's house. Humankind is now facing a global crisis, perhaps the biggest crisis of our generation. The population of Iran, Pakistan, and many other parts of the world continue to endure lockdown conditions as a result of the COVID-19 pandemic. The epidemic itself and the resulting economic crisis are global problems. They can be solved effectively only by global cooperation. In this very difficult time, when people all over the world are suffering from disease, misery, poverty, and the resulting death, we need more than ever companionship and empathy. Our duty as cultural representatives of different lands is to plant seed of hope in the hearts of these grieving and sad people, and to try to make the world a better place to live in with art and literature. Allama Iqbal in Javidname quotes from Maulana Jalaluddin, "Jan z umid ast chon jui ravan, tark umid ast marg javedan. Soul is flying with hope. Quitting hope is eternal death." Over the centuries, Persian speakers have been poets and fascinated by words. They have lived with poetry, and poetry is current in their veins. They believed in Hafez's poems when he promised them the good news of overcoming difficulties. They heard the poet's voice as a heavenly inspiration. Persian speakers' attachment to Hafez's poems is due to this atmosphere that is full of passion, hope, and joy. When Hafez says, I read some verses of a ghazal, not all of them. The day of separation from and the night of disunion with the beloved is ended. This omen I cast, the star passed, and the work of grief is ended. All that grace and beauty that autumn displayed, at last, at the foot of the spring breeze, is ended. The morning of hope that was a worshiper of the hidden screen, say comfort, for the work of dark night is ended. The agitation of long nights and the heart's grief, all in the shade of the idle stress, is ended. I still cannot believe in the promise of the days, the story of sorrow that with the idol's coming is ended. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود. عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب. گو برون آی که کار شب تار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در دولت یار آخر شد. Hafez's poetry outlines the path of love, which love puts an end to all suffering and dissolves boundaries and limitations to join larger processes of growth and transformation. It is interesting that one of the American poets, Daniel Ladinsky, published a collection of poems
based on Hafez's poems and named it, I Heard God Laughing, Poems of Hope and Joy. Hafez's belief in the end of sorrow and the arrival of bright and sunny days has also radiated in contemporary Iranian literature. Today's Iranian poets and novelists have not forgotten Hafez's lively anthem and have spread the message of love and friendship all over the world. Shafi Katkani, one of the most prominent Iranian poets, in one of his poems gives good news of hope and deliverance. کیمیای عشق را ببین، کیمیای نور را که خاک خسته را صبح و سبزه می کند. کیمیا و سحر صبح را نگاه کن، جای بذر مرگ و برگ خونی خزان، کیمیای عشق صبح و سبزه آفریده است. خنده های کودکان و باغ مدرسه، کیمیای عشق سرخ را ببین. سیلاوز الکمی. It's alchemy that turns the tired earth to morning greenness. Look at the morning's alchemy and magic. In place of dead seeds and the autumn blood red leaf, love's alchemy had made the morning at its greenness. The children's laughter and the garden of the school seeded love's alchemy. Simin Doneshwar, one of the most important Iranian novelists in her novel Suvashun, narrates one of the most difficult periods in the history of Iran. This story is a narrative of the oppression of the Iranian people during the domination of Western imperialism. But the novel ends with this hopeful message. And I will end my speech with this. My sister, trees will grow in your houses and trees in your city and many trees in your land. And the wind will carry the message from one tree to another and the trees will ask the wind, did you not see the dawn, the rising of the sun? خواهرم، در خانه‌ات درختی خواهد روید و درختانی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت و بعد پیغام هر درخت را به درختی دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد خواهند پرسید در راه که می آمدی سحر را ندیدی. I wish hope and health and safe for all of you. Thank you so much. ممنون، متشکر. تشکر خانم دکتر. خدمت جناب آقای دکتر جهاد شگری سپاس و تشکر عرض می کنم که ما را جوین کردند. الان از آقای دکتر سفاری خواهش مندم که راجع به این موضوع وبینار نظرات خودشون بفرمایند. به نام خداوند نور و امید که عشق و زبان و سخن آفرید. First of all, I would like to thank you everyone who are watching this webinar, especially to express my gratitude to the organizers and especially to Dr. Kazmi and the University of Lahore, Women University of Lahore. And I would like that we can carry the message of hope to all those who are watching us and they wanted to listen to the Persian message for the hope, life, and health. Now, I would like to switch to Persian and just to talk a little bit about what I'm thinking about this nice topic. خب سلام عرض میکنم خدمت استادان گرانقدر و بینندگان ارجمند در این نشست. بسیار خوشحال و خرسندم که در این ایام که همه ما در واقع در تمام اقصا نقاط جهان با این بلیه و این بیماری در واقع کم و بیش در وضعیت یکسانی قرار گرفتیم، در خدمت شما هستیم و در این محفل ادیبانه و علمی توشه‌ای رو بهره می‌گیریم. من هم به نوبه خودم سپاسگزاری می‌کنم مجدد از برگزار کنندگان این محفل و مسئولین محترم دانشگاه بانوان لاهور و همچنین خدمت استادان بزرگواری هم که در این محفل حضور دارم و به این واسطه من سعادت دیدارشون رو دارم. عرض ارادت
میکنم. مایلم سخنانم رو با یک قطعه ادبی از یکی از دانشجویانم که پیشتر به ایران سفر کرده بود آغاز کنم. به هر حال سخن گفتن در محفل استادانی که کار اصلیشون ادبیات فارسی از جمله آقای دکتر ایرانزاده، آقای دکتر بهادر باقری و سایر استادان ارجمندی که من خدمتشون ارادت دارم و کار اصلیشون در این حوزه هست، کار چندان ساده‌ای نیست. حال اینکه تخصص ما در حوزه آموزش زبان است، اما به قول یکی از استادان بزرگ ما مرحوم آقای دکتر حق‌شناس که میگفت سرم در زبان است و دلم در ادبیات. حالا من عرض میکنم که سر ما در آموزش زبان است و دل ما در ادبیات فارسی. از این رو من این متن رو آماده کردم، میخوام براتون بخونم و بعد از اون ادامه بدم موضوع رو. دانشجوی ما سرکار خانم یلنا کلبر که چند سال قبل به ایران سفر کرده بود، متن ادبی لطیفی رو نگاشته است که برایتون قرائت میکنم. روزی در سرزمینی بودم، آنجا که انار سرخ همچون یاقوت رسیده است، آنجا که خرما همچون خوشه های انگور رسیده است، آنجا که بوی ماسه های صحرا پس از باران معطر می شود، در سرزمینی که قله های تیز کوههای بلند آسمان را لمس می کند، آنجا که در سواحل دریا ماهی های خاویار صید می شود، آنجا که عشق و امید بر بدی ها پیروز می شود، در آنجا که قول قوی تر از ایمان است. ولی موضوع این در واقع قطعه ادبی نوعی ستایش و توصیف کشور عزیزمان ایران است، ایرانی که به تعبیر شاعر بزرگ معاصر و همدوران ما هوشنگ ابتهاج سایه، سرای امید است. در اون قطعه معروف که فکر میکنم همه شنیده ایم با صدای خوش استاد بزرگ استاد شجریان، ایران ای سرای امید بر بامت سپیده دمید. چنان که ملاحظه کردی در این قطعه لطیف اشاره ای به مفهوم امید رفت و جالب این که مفهوم عشق و امید چنانکه بیشتر خدمتون عرض خواهم کرد در ادب فارسی و در شعر فارسی بسیار استفاده شده. من در دو بخش میخوام صحبت کنم خیلی خلاصه. بخش اول از نگاه تخصصی خودم یعنی در حوزه آموزش زبان فارسی به این واژه امید هست. من بعد از اینکه استاد و دوست عزیزم برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر صحرایی هم فرمودن که در این در واقع وبینار شرکت کنم با افتخار، فکر کردم ببینم که اگر بخواهم در واقع این واژه رو تدریس بکنم چه در واقع گنجینه ای رو میتونیم معرفی کنیم و نگاه کردم و دیدم که در واقع این ساخت های واژگانی که در زبان فارسی برای امید به کار رفته بسیار زیاد است که من بعضی از آنها رو خدمت شما میخونم. شما ملاحظه بفرمایید ببینید چقدر در واقع این گستره واژگانی بسیار زیادی هست. مثلا در ترکیب هایی داریم مثل نقطه امید، روزنه امید، بارقه امید، حس امید، مایه امید، چشم امید، صبح امید یا امید بخش، امید آفرین، صفت های از این قبیل، امید بخش، امید آفرین، امید برانگیز، امیدوار یا مصدرهایی که از آنها فعل میتونیم استفاده کنیم مثل امید داشتن، امید بستن، امید دادن، امید گرفتن، امیدوار بودن یا امیدوار شدن، امید افکندن، امید رفتن یا امید به زندگی، پر امید و بسیاری دیگر که در واقع نشون میده در زبان فارسی دستگاه واژه‌سازی یا مورفولوژی زبان فارسی با این واژه چقدر در واقع گنجینه زبانی رو گسترش میده. و این جالب توجه هست که انگامی که بخوایم این در واقع مفهوم رو تدریس بکنیم باید به این موضوعات توجه کنیم و گستره بسیار زیادی دارد. اما در ادب فارسی به ویژه در شعر فارسی تاکید بر مقوله امید و القای امید و توجه به این که به هر حال تلخی ها، ناکامی ها، هجران ها، بیماری ها
و به قول بزرگان ادیب پریشانی شب‌های دراز روزی هم به پایان خواهد رسید و صبح خواهد شد در تعابیر بسیاری به کار گرفته شده، شاید هم در واقع مفهوم مستقیم امید رو از آنها بشه به دست آورد. مثلا فکر می‌کردم با خودم که تعبیر امید در شعر قنایی با مفاهیمی از جمله شور و شورمندی و آرزومندی همراهه که بعضی از اونها رو از شاعران و بزرگان خوانده ایم و امروز هم دوستان و عزیزان استادان با آن اشاره کردن. یا در مفاهیم عرفانی، در متون عرفانی ما مفهوم امید عمدتاً با موضوع عشق یا توکل و اعتماد همراه است. در ادبیات دینی ما خصوصا در زبان فارسی که حال رابطه خیلی مستقیمی با در واقع موضوعات دینی داره، ادبیات ما داستان و موضوع موعود و منجی هم به تکرار اومده که در اون در مفهوم انتظار از امید استفاده میکنه. از اونجایی که دوستان و استادان عزیز بیشتر در مورد ادبیات فاخر کلاسیک فارسی صحبت کردند، من دوست دارم که کمی در مورد ادبیات در واقع معاصر ایران صحبت بکنم و چند قطعه شعر از اشعار متأخر زبان فارسی رو برای در واقع حسن مطلب خدمتتون عرض بکنم. جالب اینجاست که من فکر میکنم در ادبی معاصر، در اشعار معاصر، موضوع امید در قالب‌های استعاری و متافوریک خیلی استفاده شده. مثلا اونجایی که سهراب میگه در واقع زندگی خالی نیست، مهربانی هست، ایمان هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. به نظر میرسه که یک استعاره خیلی جالب اینجا از شقایق و هم در واقع در معنای امید استفاده شده. یا قطعه دیگه از صدای پای آب رو که اینجا خدمتون قرائت میکنم، میگه زندگی پنجره‌ای باز به دنیای وجود، تا که این پنجره با ماست جهانی با ماست، تا که این پنجره باز است جهانی با ماست، آسمان نور خدا عشق سعادت با ماست، فرصت بازی این پنجره را دریابیم، در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم، پرده از ساحت دل برگیریم، رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم. حتی در شعر تلخ در واقع فروغ فرخزاد هم در جایی که میگه من از شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم، آنگاه در ادامه میافزاید اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور. خب اینجا چراغ هم میتونه در واقع استعاره ای از امید باشه. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. فکر میکنم کفایت بکنه عرایزم رو با یکی دیگر از اشعار شاعران معاصر ایران، در واقع مرحوم قیصر امینپور، میخوام به خاتمه بدم. اونجایی که ایشون میگه که قنچه، یه قطعه خیلی زیبا و لطیفی دارم، میگن قنچه با دل گرفته گفت، زندگی لب ز خنده بستن است، گوشه ای درون خود نشستن است، گل به خنده گفت زندگی شکفتن است، با سر سبز راز گفتن است، گفتگوی قنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش میرسد، تو چه فکر میکنی؟ کدام یک درست گفتند؟ من فکر می کنم که گل به راز زندگی اشاره کرده است، هرچه باشد او گل است، گل یکی دو پیرهن بیشتر ز قنچه پاره کرده است. در نهایت هم می خوام یک قطعه خیلی کوتاهی رو از مجدد از مرحوم قیصر امینپور خدمتتون بخونم و عرایزم رو خاتمه بدم. اونجا که ایشون میگن من به چشم‌های بیقرار تو قول میدهم، ریشه های ما به آب،
شاخه های ما به آفتاب میرسد و ما دوباره سبز خواهیم شد. خیلی متشکرم. از آقای پروفسور دکتر محمد ناصر خواهش مندم که در مورد برنامه امروز نظرات خودشون را ابراز بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. Respected teachers, colleagues and friends, let me begin with thanking you all, in particular Professor Dr. Faliha Kazemi for arranging the webinar and providing all of us an excellent opportunity. This will certainly help us to plan what we need to do next and how to deal with the students in these difficult times. There have been many interesting and useful presentations today. I believe many good experiences and poetic verses have been shared and good lessons have been learned. Ladies and gentlemen, you have participated actively today, and I'm sure you all are looking forward to getting back to your classes and your students in a positive way. Dr. Faliha has arranged an excellent webinar. I congratulate her and LCW as well, in particular, Professor Dr. Bushra Mirza, the Vice-Chancellor of LCW. And Dr. Hossein Salimi, the Chancellor of Tabatabai University in Iran, Dr. Bahadur Baghiri, Dr. Sahrai, Dr. Dashiri, Khanum Lisyon, Dr. Maryam, Dr. Safari. They all presented some excellent papers today. And I am very pleased to hear all of you. In particular, I listened some verses of Dr. Muhammad Raza Shafiq Khadkani and also some quotes from Dr. Hakshanas, which took me back to Tehran University when I was student of both of these great teachers, Dr. Hakshanas and Dr. Muhammad Raza Shafiq Khadkani. Today, it was an excellent opportunity to explore hope out of nothing, because the whole world is facing some difficult times and experiencing what the generations have not done so far. In this concluding remarks, I would like to add something from the verses of Maulana Rumi, the great classical poet of Persian. He says, "Do you know what you are? You are a manuscript of a divine letter. You are a mirror reflecting a noble face. This universe is not outside of you. Look inside of yourself." Though all the Rumi's works is admirable, but his famous Masnavi has received perhaps the supreme attention. The powerful symbolic and metaphorical expressions within it have transcended time and context, even after the passage of several centuries. His poetic message is still considered relevant when he says, "You think yourself as a citizen of the universe. You think you belong to this world of dust and matter. Out of this dust, you have created a personal image and have forgotten what the essence of your true origin." Ladies and gentlemen, Rumi started his Masnavi with a story of flute symbolizing the human soul. According to Rumi, the human spirit was part of divine soul before it was descended to this world. Because of its separation from the divine soul, the human soul feels restless
and it is eager to seek reunion with the origin. He comes up with a golden idea when he says, there is a community of the spirit, join it and feel the delight of walking in the noisy street and being the noise, drink all your passion and be a disgrace, close both eyes with and open another eye, which takes you somewhere else. He stresses that if human being begins want to avoid conflict and create harmony in society, they need to accept the physical differences and must probe deeper into the soul in order to find the harmony of the humanity. And it brings hope to all of us. Rumi has given exciting examples of how contextual differences such as language and culture, challenges in understanding simple things that cause conflict between people. For example, one of his parables, he narrates that once four travelers, a Persian, a Turk, an Arab, and a Greek, were on a journey when the pangs of hunger overcame them. Upon discovering that they possessed a single coin between them, they argued about how to spend it. Each one wanted to buy grapes, but kept referring to fruit in their own respective languages, causing disagreement. A linguist was passing by. He heard their arguments. He understood their problem and asked the man to give him the coin, so he could satisfy their desires. Taking the coin, the linguist went to nearby food shop, bought four bunches of grapes and gave each one to them. It was then they all realized that they were arguing about the same thing, but had been unable to express themselves due to linguistic differences. In Persian, he says, Sahibe Sirri Azizi Sadzaban, Garbudi Anja Bedadi Sulheshan, Paspe Gufti Uke Manzin Yek Daram, Arizuye Jumletan Ra Midaham, Chunke Bispari Dilra Bi Dagal, In Daramtan Mi Konad, Chandin Amal. Today, the human beings and all over the world, we are facing acute challenges in terms of polarization, divergence, and violence and hopelessness. Sometimes such conflicts are the result of diverse religious interpretations. It is observed that at times diverse views are less accepted and even lesser tolerated, and therefore conflict and violence grip the society. In this situation, there is a dire need to highlight the literature that promotes hope and harmony in society. In this regard, our classical poetry, our contemporary Persian poetry can be relevant to respond to the challenges of violence and polarization, and more importantly, hopelessness. I would like to conclude this webinar with the saying of the Rumi when he gently reminds, you are born with wings. Why prefer to crawl though life? He says, Garche heech nishane neest andar vadi, bisyar umid hast dar no meedi, ay dil mabar umid ke dar roza ye jaan, khurma dahi arneez derakhte bidi. I congratulate again Dr. Faliha and her team, and I hope this webinar will be a milestone in our organizations, and it will help us to arrange some more seminars in future with the help of our Iranian friends and friends from all over the world. And it will bring closer the Persian community, the Persian teachers, the Persian scholars, and all of us will take lessons from each other and will go to our students more positively and with more strength, inshallah. Thank you so much. من در آخر جلسه یه بار دیگه از حضور تمام استادان گرامی
تشکر دارم بالخصوص دوستانی و بزرگوارانی که جلسه اینا فردا هست و امروز هم به ما وقت دادند و اینجا حضور داشتن. یک دنیا از حضور ایشون ممنونم. واقعا من شخصا خیلی استفاده کردم. خود من امروز امیدوار شدم که ما واقعا با هم دیگه میتونیم یک کارهایی انجام بدیم. تو گروه زبان ادبیات فارسی این اولین وبینار هست. اولین وبینار که ما آنلاین انجام دادیم. سمینارهایی داشتیم. آخرین سمینار آقای دکتر سهرایی در لاهور حضور داشتن به در مورد روابط ایران و پاکستان بود. ولی هیچ وقت من فکر نمی کردم که واقعا به صورت وبینار این همه دوستان رو ما میتونیم یک جا جمع کنیم و حیات رو میخواییم. من اون اولین همایشی که ایران اومدم به عنوان سخنران تو ذهن من امروز تازه شده یادش، چون احساس میکنم دوباره که من در ایران هستم، همان محیط علمی هست، بزرگواران اونجا تشریف دارن و من یه دانشجوی کوچولو وسط وایستادم. امروز هم من همین جوری مثل یه دانشجو هستم. از حضور تمام تک تک شما تشکر میکنم. آقای دکتر ناصر شما لطف فرمودین، خیلی خوب جمع آوری کردین صحبت های امروز رو، و آقای سهرایی هم که همچون برادر همیشه با ما هستن تشکر دارم خدمت ایشون، و ریاست دانشگاه بانوان و علامه طباطبایی و ریاست ISC جناب آقای دکتر ایرانزاده و دوستان دیگه همه لطف فرمودن حضور داشتن. من ممنونم و امیدوارم که فردا هم شما رو زیارت کنم. و من فکر میکنم، من هنوز صحبت نکردم، من فکر میکنم این اولین وبینار دانشگاه ما هست که اینقدر آروم پیش رفت. همه هیچ مزاحمی نداشتیم. خوب، چون ما خیلی در مورد امنیت این وبینار خیلی سعی کرده بودیم، خیلی دوستان رو فقط ایدی فیسبوک و تلویزیون دانشگاه بدیم که اینجا مزاحم نشن. خیلی ممنونم از حضور تمام شما. خانم لی، من واقعا خوشحال شدم. یکی از دانشجویان ما الان در اسفا هستند و امیدوارم که آینده مثل شما حرف بزنن، و خوشحالم از حضور دیدار همه شما. ممنون و انشالله فردا یک بار دیگه هم دیگه رو زیارت میکنیم. فکر میکنم آقای دکتر سهرایی میخوان یه حرفی بزنن. در خدمت هستم. من هم از شما و از دانشگاه فاخر LCWU تشکر میکنم. پشتکار شما تحسین برانگیز هست، خلاقیتتون همینطور، و به شما این نوید رو میدم که دو دانشجوی شما که نزد ما هستند، احمد طاهر مصور و سید مریم نقوی، اونها هم مثل خانم لی فارسی صحبت خواهند کرد و اگر لازم باشه میگم فردا به این جمع ملحق بشن تا ببینید چقدر اونها فارسی خوب حرف میزنن. ما از شما تشکر میکنیم، از همه کسانی که صحبت کردند. خیلی آموزنده بود برای بنده هم، و امیدوارم که ما با امیدی که داریم بر همه موانع و چالش های پیش رو فائق بیاییم. خیلی ممنون. آقای دکتر پیشنهاد خوبی دادین. من دوست دارم خانم مریم اگر فردا چند دقیقه اینجا حضور داشته باشن، ما به زبان اردو میگیم که خون من اضافه میشه. من بیشتر خوشحال میشم که یکی از دانشجوی ما اینجا هستن. اگرچه دانشجویان ما واقعا فعالن امروز، این برنامه امروز و چند روز اخیر کاملا گروه فارسی و دانشجویان ما انجام دادن، بازم وقت شما رو بیشتر نمیگیرم. ممنونم و خوشحالم انشاءالله فردا چند روز زیارت میکنم. اگر ایشون رو پیدا کنم حتما به داخل جلسه او رو خواهم آورد. حتما انشالله. ممنونم. خداحافظ شما.